تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سر سفره قرآن جزء 3 سوره آل عمران آیه 37 با هم بشنویم. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ماجرایی که در آیات قبل بود این بود که مادر مریم سالها بچه دار نمی شد، بعدن که بچه دار شد فکر که تو شکمش پسره، گفت خدایا نذر بکنم این پسر خادم مسجد بشه. همه که زایید دید دختره، گفت خدایا دختر زاییدم. خدا بهش گفت ولی از ذکره که الانسا این دختری که زاییدی پسران به مقام این نمی رسن، پسران به مقام این نمی رسن، دختر چه دختری. مادرم مریم هم گفت خیلی خوب، حالا اگر پسر بود خادم مسجد بود، حالا که دختر خادم مسجد باشه. بچهشو قنداق کرد و بود مسئول اقصا تحویل حضرت زکریا داد. زکریا شوهر خالش بود ظاهرا. قرآن چی میگه؟ میگه فتقبلها ربها بقبول حسن، پروردگارش او را به پذیرش نیکو پذیرفت، یعنی این نظر خدا پذیرفت. و انبتها نباتا حسنا، رویش نیکو رویاند، یعنی کم کم دختر هی رشد خوبی داشت. و کفلها زکریا، حضرت زکریای پیغمبرم متکفل امور این دختر شد. دختر بزرگ شد و رشد کرد و تو مسجد هم خادم مسجد بود، شوهر خالش هم حضرت زکریا، اونم پیرمردی بود خادم مسجد. قرآن میگه که کل ما دخل علیها زکریا، هر وقت حضرت زکریا که خادم مسجد بود و پیغمبر بود و خادم مسجد بود و شوهر خالم بود، هر وقت حضرت زکریا وارد میشد میدید که مریم مشغول عبادته و کنارش هم یه رزقیه، مثلا میوه‌هایی است که تو این فصل این میوه‌ها نیست. قال یا مریم، زکریا گفت مریم انا لک هذا، این میوه‌ها کجا بوده؟ قالت هو من عند الله، گفت این میوه‌ها از طرف خدا بر من نازل میشه. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خداوند بدون محاسبات شما رزق میده. شما محاسباتتونه که بهار بیاد تابستون بشه درخت و گل بکنه کم کم میوه، ولی خداوند میتونه از غیب هم میوه خلق کنه. خب چی میخواد بگه ای آیه؟ خیلی نکات قشنگی داره، عنایت کنید. یه نکته مهمی میخوام بگم. مادر مریم بچهشو برای خدمت به مسجد نذر کرد و خدا زکریا رو خادم ای خانم کرد. این خادم جماعت شد، اون خادم انسان شد. چی میگم؟ اذکرونی اذکرکم، یاد من باشید یاد شما هستم. تنصر الله ینصرکم. مادر مریم گفت خدایا این قنداقه، این کودکی که زایدم دختره، بزرگ بشه خادم مسجد بشه. مریم را نذر کرد که حضرت مریم را، همون مادر عیسی، نذر کرد مادر مریم، مادر مریم نذر کرد که مریم خادم مسجد بشه و خدا زکریا را خادم او قرار داد. ببین خدا چجور جبران میکنه. اسم خدا جباره، جباره، جبران میکنه. و اهل الجود و الجبروت، جبران میکنه. خب عوامل تربیت چهار تا چیزه، چهار تا چیز خدا به مریم داد. یک، مادر پاک. مادر مریم به قدری پاکه که بچه‌ای که سالها منتظرش بوده حالا که زایده وقفش میکنه، بچه‌شو خادم مسجد میکنه. جسم سالم، نباتن حسنا، رشد مریم خیلی رشد خوبی بود. تعلیم و تربیت، کفل ها زکریا، یه پیغمبری به نام از زکریا شد مربی حضرت مریم. تغذیه پاک، غذای غیبی، غذای آسمانی، یعنی تغذیه
مربی، جسم سالم، اینها همه عوامل یک انسان کامله. نمونه این غذاهای غیبی رو در خانواده اهل بیت هم ما میبینیم. در تفسیر روح البیان در جلد 2 صفحه 29 یه خاطره آوردن که حتی گاهی فاطمه زهرا هم از این غذاها برش میامد و پیغمبر گفت خدا رو شکر که اونچه بر مریم نازل میشده برای دختر من هم نازل میشه. نکاتی که استفاده میشه اینه که 1، پذیرش دعا جلوه ای از ربوبیت الهی است. تقبلها ربها، پروردگار این را قبول کرد. یعنی مربی باید از افرادی که تحت تربیت هستن چیزها رو بپذیرد. به قبول حسنن، ما چه رقم قبول داریم؟ قبول حسن یعنی به خوبی قبول کرد. چون گاهی وقتا شما یه لیوان آب به من میدی، من هم تو ور میدارم میذارم زمین، قبول میکنم لیوانو، اما گاهی پا میشم استقبال میام، با عنایت قبول میکنم. به قبول حسن، مادر مریم نذر کرد که بچهش خادم بشه، خداوند این نذر رو به خوبی قبول کرد. به قبول حسن، یعنی کسی که با اخلاصه خداوند هم کارشو به نیکی میپذیره. چون چه رقم قبول داریم؟ قبول ساده داریم مثل قابل تاب، قبول حسن داریم، به احسن قبولی که هم تو دعا داریم. یه آیه داریم تو قرآن، انما یتقبل الله من المتقین، خداوند از افراد با تقوا چی رو قبول میکنه. من یه وقتی روز عاشورا بود، کربلا بودم، شهید مهراب آیت الله مدنی دیدم که پا برهنه، سر برهنه، بدون عمامه، بدون کفش، الله هیئت سینه میزنه. من گفتم عجب، یا آیت الله الله هیئت سینه میزنه، قشنگ مثل سایه بر دو حسابی سینه میزنه. منم به عشق ایشون رفتم در اون هیئت سینه زدم، و همون روز عاشورا در کربلا. و بعد دیدیم بعضی از این سینه زنا یه خلافایی هم دارن، مثلا حلقه طلا دستشه که بر مطرومه، با همون حلقه طلا سینه میزنه. یا مثلا راجع به بعضی از کارها کوتا میان. با آیت الله مدنی، شهید مهراب، با آیت الله مدنی گفتم که بالاخره این عزادارا رو امامزه چه بشو خواد که از یه طرف سوز و عشق عزاداری میکنن، از طرفی کارش میبینی خلافه. آیت الله مدنی یه جمله به من گفت، گفت تقوا چند درجه داریم؟ قبولم چند درجه؟ این که قرآن میگه انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین قبول میکنه، معنیش نیست که هر کی یه گناه که همه کاراش رده. بالاخره آدمایی که خیلی تقوا دارن، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اونا که اتقا یعنی خیلی تقواشون قبوله، خدا هم قبول احسن داره، در داد به احسن قبوله. اونا که تقواشون متوسطه، قبول خدا متوسطه. اونا که تقواشون ضعیفه، قبولم قبول ضعیفه. یعنی به درجه تقوا، تقوای کم قبول ساده، تقوای خوب قبول خوب، تقوای اعلا قبول اعلا. به قبول حسن، در دعا داریم به احسن قبولک. هر که تحت تکفل انبیا در آمد از شیطان دور میشه. چون میگه اعیذها، مادر مریم گفت خدا یا من این بچه که زادم پناه میبرم به تو، این بچه در پناه تو قرار میدم. چون بچه گفت در پناه خدا، وقت زکریا شد مربیش. عبادت نبود موسمی باشه. بعضی ها مثلا وقتی مکه میرن یا مشهد میرن حجابشون بهتره یا نماز میخونن. کل ما دخل علیها زکریا، یعنی حضرت مریم عبادتش موسمی و مقطعی نبود. شرط تکفل نظارت و تفحصه. یه مرتبه خب حضرت زکریا متکفل بود، آمدید قضا، گفت قضا کجاست؟ انالک هذا، قضا کجا اومده؟ یعنی تو که متکفلی باید ببینی بچت کجا رفت، کجا اومد، ای پول از کجا آورد، با کی تلفن کرد. تفحص باید بکنی، کسی که مربیه باید تفحص کنه. اینجا حضرت زکریا تفحص کرد، تجسس کرد، فرمود مریم این قضا از کجا بوده. خب چرا میگم محراب؟ این محراب، محراب از حرب، حرب یعنی جنگ، محراب یعنی مکان جنگ. چون انسان در حال نماز با جنگ با شیطونه، ولذا اونجایی که عبادت میکنن به محل عبادت میگن محراب، چون محل حرب و جنگ با شیطونه. رزق پاک در سایه عبادته. زن میتونه به مقامی برسه که پیغمبر خدا تعجب کنه، بگه انالک هذا، زکریا پیغمبر بود، جا خورد، مریم قضا کجاست؟ یعنی زن میتونه کاری بکنه که قضای غیبی رو بکشه پایین و بعد پیغمبر رو به تعجب وادار کنه.
و صادر شدن کرامت از اولیاء خدا، خدا کار مشکل نیست. هو من عند الله، او خیلی راحت گفت، تعجب کردی، هو من عند الله، خدا داده. یعنی اولیاء خدا دارای کرامتای هستن و این کرامت‌ها از اولیاء خدا بعید نیست. خداوند میتونه خارج از اسباب مادی روزی بده. ما فکر میکنیم که دست خدا بسته است، فقط اگر خدا خواسته باشه به ما پول بده باید حتما چنین بشه چنان بشه. نه خیر، خدا میتونه به شما سعادت بده از غیر این مسیرها. نه اگر مدرک دکترا بگیری یا بعداً مردم عزیز بشی، نه خیر، ممکنه مدرک دکترا بگیری بازم عزیز نشی. اگر دختر فلانی بگیری، پدرش رئیس کارخونه پول داره، تو پولدار میشی، نه خیر، ممکنه دوماد یا آقای رئیس کارخونه شدی، کارخونهش مصادره بشه، خودش ورشکست بشه و تو هم زندانت کنن به خاطر پدرزنه. ای تو نیست که دست خدا رو باز بذارید. ید الله مبسوطه، قرآن میگه دست من بازه. ما فکر میکنیم حتما از این را باید عزیز بشیم. شما از خدا بگو خدا یا به من عزت بده. حال چه کار داری که از این که دختر اینو بگیری یا دوماد او بشی، این مدرک رو بگیری یا پلو عکس بگیری؟ اینا همش خیالاته. دست خدا بازه. مریم از غیر راه های مادی، از غیر راه های عادی قضا داشت. در شرایط و محیط سالم زن و مرد هم میتونن با هم صحبت کنن. اینجا بالاخره زکریا با مریم گفتگو میکرد. اگر فضا فضای سالمی باشن گفتگو اشکال ندارد. اگر فضا فضای سالمی باشه، زن مریم باشد و مرد زکریا، زن مریم گونه باشد و مرد زکریا گونه، وگرنه این گفتگوها که میگن چطوره، به هر حال این گفتگوها خیلی هاش مقدمه گناه یا بستر گناه میشه. اگر بستر گناه و مقدمه گناه نباشه، گفتگوی زن و مرد اشکال نداره. خب اینها درسایی که ما از این آیه میگیریم. زن مقام بالایی داره، هر که تقواش بیشتره قبول خدا بیشتره، دست خدا بازه، میتونه از راهای غیبی کمک کنه، گفتگوی زن و مرد در شرایط سالم مانعی نداره، زن در سایه عبادت این کار به درجه خوبی میرسه، عبادت نباید موسمی باشه، باید همیشه باشه. مقام زن جاییه که میتونه یه پیغمبری مثل زکریا رو به تعجب بداره. این نکاتیست که از این استفاده میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.